به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. جان باختن 33 نیروهای امنیتی در حمله های طالبان. بر بنیاد گفته های مقام های محلی، شب گذشته 31 حمل دست کم 33 نیروهای امنیتی در حملات جداگانه طالبان در ولایت های تخار، بلخ و اروزگان جان باختند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، میگوید که 19 تن از نیروهای خیزش مردمی شب گذشته در یک حمله طالبان در ولسوالی خوجه‌غار ولایت تخار جان باختند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود که اکنون اوضاع زیر اداره نیروهای امنیتی است. در همین حال سید عارف اقبالی، فرمانده پلیس شولگره، میگوید که شب گذشته در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ 9 تن از نیروهای دولتی جان باختند و 5 تن دیگرشان به شمول یک کودک زخم برداشتند. او گفت که در این درگیری 3 طالب از جمله یک فرمانده محلی طالبان به نام خالد، مشهور به مولوی سیف الله، کشته شدند. منابع محلی میگویند که راه کمک رسانی به روستای دالان از مرکز ولسوالی شوگره بسته است، اما مقام های محلی بلخ میگویند که آنان از مسیر ولسوالی چار کنت در تلاش کمک به مردم محل هستند. بر بنیاد گفته های مقام های محلی، در روز پیش نیز طالبان 8 تن از باشندگان یک روستا را در ولسوالی شوگره ربودند و پس از ساعت تیرباران کردند. از سوی هم زلگای عبادی، سخنگوی والی اروزگان، میگوید که 5 تن از نیروهای پلیس شب گذشته در یک حمله طالبان بر یک بازگاه نیروهای پلیس در شهر تیرینکوت، مرکز ولسوالی اروزگان، جان باختند. طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. پاسخ اسکات میلر به طالبان به پیشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. فرمانده کل نیروهای امریکایی مناطق در افغانستان می گوید که همه طرف ها به ویژه طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند و اجازه بدهند تا روند سیاسی به نتیجه برسد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از هاوا، جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در واکنش به فهرستی که از سوی طالبان نشر شده و در آن امریکا را به نقض موافقت نامه صلح با خودشان متهم ساخته است، میگوید که نیروهای امریکایی به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهند. گروه طالبان با تهیه فهرست از حمله های تازه نیروهای امریکایی به این گروه، امریکا را به نقض موافقت نامه صلح با خودشان متهم میکنند. این نخستین بار است که طالبان چنین انتقاد را رسانهی میکنند. رویداد که پرسش ها را درباره چگونگی توافق و صلح این گروه با امریکا که عملی شدن آن از آغاز به مشکل برخورده است بیشتر میسازد. بر اساس فهرست منتشر شده که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی 50 بار در 19 ولایت بر افراد این گروه حمله کردند. این فهرست نشان می‌دهد که از 6 ماه مارس تا 10 ماه اپریل سال روان میلادی، طالبان در 19 ولایت 50 بار آماده حمله نیروهای خارجی قرار گرفتند و به باور طالبان از این میان 33 حمله با هواپیماهای بستر نشین و یا هم هواپیماهای جنگی انجام شدند. طالبان با تایید 35 عضو این گروه در 17 رویداد مدعی است که نیروهای خارجی 65 غیر نظامی را در 33 رویداد کشتند، اتهامی که ماموریت پشتیبانی قاطع آن را رد می کند. بر بنیاد آنچه که در این فهرست آمده است، در این مدت ولایت زابل 12 بار، میدان مردک 5 بار، قندهار و کندز هر کدام 4 بار، هلمند، کاپیسا، لغمان و بدخشان هر کدام 3 بار و ولایت های فرا و اروزگان هر کدام 2 بار شاهد حمله نیروهای خارجی به مواضع طالبان بودند. در ولایت های پکتیکا، پکتیا، غزنی، لوگر، بادغیس، جوزجان، بغلان، تخار و ننگرهار هم یک یک حمله انجام شدند. در عین حال دگروال سنی، سخنگوی نیروهای امریکایی، تاکید می‌ورزد که آنان بر روند صلح تعهد دارند، اما همزمان طبق توافقنامه صلح به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان نیز می‌پردازند. صدیقی ابتلای 20 تن از کارمندان ارگ به کرونا صحت دارد. سخنگوی ریاست جمهوری تایید کرد که حدود 20 تن از کارمندان این نهاد به ویروس کرونا آلوده شدند.
به گزارش سپوتنیک، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که پس از نتیجه آزمایش 20 تن از کارمندان ارگ مبتلای آنها به ویروس کرونا تایید شده است. پیش از این برخی رسانه‌های داخلی و خارجی از ابتلای 20 تا 40 نفر از کارمندان ریاست جمهوری به ویروس کرونا گزارش داده بودند. سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور و معاونان او به این ویروس آلوده نیستند و تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در داخل ارگ مطابق معیارهای صحی گرفته شده است. با این حال ریاست جمهوری گفته است که اشرف غنی در جلسات کمیته اقتصادی را رهبری کرده که در آن امرالله صالح معاون او و یوسف قسمفر نماینده ویژه آقای غنی در امور توسعه اقتصادی نیز حضور داشتند. بر بنیاد آمار ارائه شده سوی وزارت صحت آمد تا اکنون 996 نفر در سراسر کشور به ویروس کرونا آلوده شدند که از این میان 33 نفر جان خود را از دست داده و 131 تن دیگر بهبود یافتند. بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا در ولایت‌های هرات، کابل و قندهار تایید شده است. کابل بیشترین مرگ ناشی از این ویروس را داشته است. طرح عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی نهایی شد. منابع نزدیک به عبدالله میگویند که در این طرح ثبات و همگرایی خواهان ریاست شورای مصالحه 50% سهم در کابینه و صلاحیت مقرری شمار از ولیهان شده است. گزارشی سپورنیک به نقل از آریانا نیوز، این منابع میگویند که در صورت عدم پذیرفتن این طرح از سوی رئیس جمهور غنی، عبدالله به جامعه جهانی پیشنهاد برگزاری بن دوم را میکند. به نظر می رسد که 1.5 ماه رفت و آمد دیپلمات های غربی، تویت و کنفرانس های وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و حرف و سخن های دیگر کشورهای قدرتمند برای حل این تنش ها میان عبدالله و غنی کارساز نبود. عبدالله در مشورت با همپیمانانش طرح را برای ساخت حکومت مشارکتی نهایی کرده است. طرح که ثبات و همگرایی شورای مصالحه و صلاحیت های کلی آن را می خواهد که رئیس جمهور در شورا تنها عضو نظارت می باشد. یک منبع از قول عبدالله میگوید که اگر رئیس جمهور این طرح اخیر را رد کند، رهبری تیم ثبات و همگرایی به جامعه جهانی پیشنهاد شکل‌دهی نشست عمومی دیگر همچون نشست بن را میدهد که بر آیین آن حکومت تازه و مورد قبول جامعه جهانی باشد. ارگ ریاست جمهوری در این مورد ابراز نظری نکرده است، اما از محتویات این طرح باخبرند و نیز اکثریت به این باورند که رئیس جمهور هیچ نظام مشارکتی را نخواهد پذیرفت. در همین حال امریکا همواره به شکل گیری حکومت همشمول در افغانستان پافشاری دارند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان در تازه ترین دیدارش با وزیر خارجه هند در دهلی گفته است که دو طرف روی پشتیبانی کاهش سریع خشونت ها، آغاز مذاکرات میان افغان ها و شکل گیری حکومت همشمول در افغانستان گفتگو کردند. گفتنی است که امریکا، اتحادیه اروپا، مسکو، تهران، دوشنبه، آستانه و شمار از کشورهای منطقه نیز این وضعیت را نمی‌پذیرند. سناتوران از ادامه اختلافات سیاسی مخالفان مسلح سود می‌برند. شمار از سناتوران هشدار می‌دهند که ادامه اختلاف‌های سیاسی میان غنی و عبدالله مخالفان مسلح را به سود می‌کشاند و این کار افغانستان را به بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد. اختلاف‌ها برخواسته از انتخابات ریاست جمهوری میان اشرف غنی و عبدالله با گذشت حدود 3 ماه هنوز هم ادامه دارند. سناتوران می‌گویند که آقای غنی و عبدالله باید هر چه زودتر به توافق برسند و افغانستان را که در بحران کرونا به سر می‌برد نجات دهند. محمد علم ازدیار معاون نخست مجلس سنا در این باره گفت ادامه تنش‌ها و اختلافات جنگ را شدت می بخشد و این جنگ به نفع طالبان است. محمد حنیف حنیفی عضو مجلس سنا نیز بیان داشت این بدبختی که میان دو طرف به میان آمده است و روز بر روز بدتر می شود آب در آسیاب دشمن می ریزد.
سپاس که تا ایندم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.